بله، حاکمیت کشتار خامنه ای با وجود هر عرض و طولی هم که داشته تا الان موفق به خاموش کردن شعله های قیام نشده و برعکس هر اعدام جنایتکاران سوختی شده بر روی آتش قیام. دلیل این هم کاملا مشخصه. دلیلش اینه که جامعه از فاز ترس و وحشت پذیری عبور کرده و جوانان قیامی وارد یک مدار بالاتری از قیام و رادیکالیزم انقلابی شدند که در نتیجه هرگز مرعوب دود و دم و خلاصه این وضعیت افزایش اعدام ها یا شکنجه و زندان نمیشن. لذا هر سنگی که این روزها از طرف خانواده های زندانیان به جانب جبهه بی شرف ها پرتاب میشه بیانگر خشم متراکم میلیونی مردم ایران علیه اشغالگران ولایت فقیه هست و این کار ادامه پیدا میکنه. همونجور که دیدیم مردمی که جمع شده بودن جلوی زندان قزل‌حصار و علیه رژیم شعار میدادن و سنگ پرت میکردن. بذارین بشنویم صحبتهای سعید رو از تهران، بعد برنامه را ادامه میدیم. با سلام به شبکه ایران و آزادی. جناب آقایانی که در دست قدرت میباشید، ما مردم ایران کاملا از جو موجود در کشور آگاهیم و مطمئن باشید که با اعدام جوانان کشورمان به جایی نخواهید رسید و ما ملت ایران متحد بر علیه شما هستیم و دیر یا زود تقاص جنایتهای خود را پس خواهید داد و از جوامع ملل خواستاریم با اینکه از اوضاع کشور ایران آگاه هستند و اینکه رژیم ایران جهت در قدرت ماندن هیچ جنایتی فروگذار نمی باشد، جهت سرکوب مردم ایران از هیچ اعدامی کوتاه نمی آید. از سازمان ملل و جوامع ملل خواستار کمک رسانی مردم ایران هستیم. امیدواریم کل جوامع ملل با آگاهی که نسبت به این اعدام ها دارند هر چه زودتر به کمک مردم ایران اقدام نمایند که فردا خیلی دیر خواهد شد. و اما ایرانیان خارج از ایران این انتظار می رود که در کل جهان حضور دارند این اعدام ها را منعکس نموده و خواهان اخراج سفرهای ایران از کشورشان شوند و سفرهای خودشان را از ایران به کشورشان احضار نموده تا این جنایتکاران آخوند در بنبست دایره‌وار قرار گیرند. و السلام علیکم.